سلام، عصر همگی بخیر. در واقع یکی از جلسات مجازی انجمن رو آغاز میکنیم. امیدوارم که بتونیم با شرایط موجود و شرایط اینترنتی به سلامت در واقع این مرحله رو پشت سر بگذاریم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم. یکی دیگه از جلسات در واقع هماندیشی نشسته زنان پژوهشگری تاریخ رو با در واقع گرامی داشته ایام روز وقف که در مهر ماه در واقع روزش هست، با یکی از محققانی که از اعضای با سابقه انجمن هست و در واقع روی وقف کارهای متفاوت و متنوعی انجام دادند، این جلسه رو در واقع با حضور ایشون و با کمک و یاری دوستان و علاقه‌مندانی که همیشه همراه انجمن بودند تیم می‌کنیم. سرخواهم دکتر نصحت احمدی، دانشیار دانشگاه اصفهان، از اعضای قدیمی انجمن هستند که سالها روی بحث وقف متمرکز بودند و همچنان هم البته متمرکز هستند و در این وادی به اصطلاح مقالات و کتاب‌های متفاوت و متنوعی رو طرح کردند، نوشتند و در این زمینه بالاخره صاحب نظر هستند. ما بحثی رو که با ایشون در واقع تو این مجموعه برگزار میکنیم و امیدواریم که از نظرات، پیشنهادات و گفتگوهای بقیه دوستان هم استفاده بکنیم، بحث وقف زنان و توسعه هست. وقف یکی از در واقع واژه هایی هستش که یک معنای بسیار بسیار قدیمی داره و سالهای سال در ایران در چهره‌های مختلف وجود داشته. من در اینجا قبل از اینکه وارد مقدمه بشم از سرکار خانم دکتر احمدی خواهش میکنم که به ما بپیوندن که ما مقدمه رو با حضور ایشون داشته باشیم و بعد ادامه بحث رو به خود ایشون بسپاریم. خانم دکتر احمدی کجا هستید که من شما رو در واقع اد بکنم؟ اگر ممکن هستش. بله، امیدوارم به ما بپیوندید. من در واقع شما رو اد کردم خانم دکتر احمدی. سلام خانم دکتر. سلام از ما و خوشحالم که شما خوبه. خیلی هم ممنون. سلامت باشین. خیلی خوشحالیم به این بهانه خلاصه شما رو زیارت کردیم بعد از مدت ها. امیدوارم که از این فرصت ها بیشتر پیش بیاد. دوستان به لطف دارید. منم خیلی خوشحالم. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم مجددا خدمت شما و همه دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن سلام عرض میکنم. بله، منم خیلی دلم تنگ شده برای انجمن زنان و جلساتی که داشتیم و خلاصه الان دیگه از آخرین باری که من تهران بودم برای جلسه انجمن بود، بعد از اونم که دیگه کرونا شد و دیگه همه سر جاهاشون محکم نشستن، ما هم حرف گوش کن بودیم، نشستیم، هیچ جا نرفتیم، هیچ جا نیومدیم ببینیم میتونیم کمک بکنیم در اینکه خلاصه کنیم این. بله بله، حالا امیدواریم که جلسه بعدیمون رو حالا با شرایطی که احتمالاً در آینده رو به بهبود انشاءالله خواهد رفت حضوری در واقع برگزار بکنیم. خانم دکتر بهتر از من وارد هستید که بحث وقت یه بحث بسیار قدیمیه، یعنی ایرانیان ما قبل از اسلام هم با این مقوله در واقع برخورد داشتند، مصارف متفاوتی رو به چیزی تحت عنوان وقف اختصاص دادند، یعنی در واقع میشه گفتش که بخشی از امور خیریه رو در قالب وقف دنبال میکردن. ما این به اصطلاح بحث وقف رو حالا قبل از اسلام که داریم، بعد از اسلام حالا شکل متفاوت و در واقع میشه گفتش متعین تری به خودش گرفته. حالا
یکی از در واقع مسائلی که گاهی اوقات بحث میشه و مورد پرسش در واقع قرار میگیریم ما این هستش که تفاوتی که وقف با یک هبه‌نامه داره چی هست؟ ما هبه‌نامه به عنوان به هر حال یه بخشی از اسنادی که فردی بخششی میکنه به یک کسی، به یک چیزی، به یک حالا جایی وجود داره. این تفاوتی که بین وقف نامه و هبه نامه هست چیه و در کجا میتونیم ما این تفاوت رو بفهمیم از نظر شکلی، از نظر ساختاری، از نظر محتوایی؟ و موضوع اساسی تر این هستش که زنان تو این مقوله هم ظاهرا پا به پای مردان تا اونجا در توانشون بوده پیش میرفتن. آیا از نظر در واقع شکل و محتوای وقف نامه هایی که زنان در واقع متصدی اون بودند ما تفاوتی حس میکنیم، تفاوتی میبینیم؟ و اینکه متولیان وقفی که اونها تعیین میکنن، چون یه بخشی موضوع وقف، یک بخشی متولیان وقف هست، یعنی کسانی که اون وقف رو در واقع نگهداری میکنن و حالا یه جورایی اون منویات صاحب یا اون موقفه رو انجام میدن، آیا تفاوتی هست بین متولیانی که زنان تعیین میکردن با متولیانی که وقف نامه های مثلا مردان در واقع به عهده گرفتن و عهدهدار اون بودن؟ این مقوله های متفاوت و این تفاوت ها رو ما میتونیم از این در واقع بررسی دریافت بکنیم و اگر هست چگونه هست؟ این چند تا سوالی هستش که معمولا ما باش روبرو هستیم و من میدونم که مدت ها رو اون قضیه شما متمرکزید. خواهش میکنم، خیلی ممنون. البته تعداد سوال ها یه دفعه خیلی زیاد شد، اگه حافظه بعد یاری بکنه که همش من کمکتون کنم بتونم. بله خلاصه هر جایی که لازم شد شما وارد بحث بشید دوباره. و من اول با این مقدمه شروع بکنم که عنوان ما بوده وقف، توسعه و زنان. و یعنی چی؟ ما الان با سه کلمه کاملا متفاوت از همدیگه روبرو هستیم که اینجا میخوایم در مورد اینها صحبت بکنیم. همونطور که به شما اشاره فرمودید، بله الان هفته وقف و بزرگ به اصطلاح برای ما روز خاصی رو مشخص کردن یا هفته به عنوان هفته وقف. و خیلی خوشحال شدم که شما اشاره فرمودید، چون من همیشه اصرار دارم این رو تکرار بکنم که وقف نه کاری به اسلام داره، نه کاری به دینی خاص داره، بلکه به بشریت ربط داره و از ابتدایی که ما سراغ داریم و اطلاعاتی داریم بشر بر موقوفاتی داشته و البته اصولا اینها رو برای مسائل مذهبی، برای معبودش، حالا الهه ها بودن، اجرام آسمانی بودن، خدای واحد بوده، هر چی بوده، ولی اینها اموالی رو وقف کردن و هدفهای خاصی هم از این وقف داشتن که حالا بعد از این در موردش صحبت میکنیم. این از خود وقف هستش و الان توضیح میدم بعد از این که با هبه چه تفاوتی داره. مسئله بعدی توسعه است که خب بشر همیشه در حال پیشرفت بوده، جامعه رو به تکامل بوده، رو به پیشرفت و توسعه رو داشته و وقف همه میدونن که به نوعی اگه که کنترل بشه، اگه که هدفمند بشه و در واقع به حال خودش رها نشه یا بیراه نره، حتی میتونه نقش خیلی خیلی تعیین کننده و تاثیرگذاری در توسعه داشته باشه. به ویژه که نقشی که وقف داره اصولا یک نقش دراز مدته، نه یک نقش کوتاه مدت، به همین دلیل میتونه که تاثیرات زیادی داشته باشه. و اما سومین کلمه ای ما یعنی زنان، که خب بالاخره ما انجمن زنان پژوهشگر تاریخ هستیم و دیگه نمیشه غیر از زنان مطلب دیگه اینجا ارائه داد. و زنان یعنی به قول همه ما دوستان که با هم معتقد هستیم اون نیمه پنهان جامعه، ما میبینیم که در طول تاریخ حداقل تو زمینه وقت خیلی پنهان نبودن و همیشه خودشون رو نشون دادن در و موقوفات بسیار زیادی از این زنها هست با اهداف مختلف که حالا باز بعد صحبت میکنیم. اما برگردم به اولین سوال شما و اینکه چه تفاوتی بین وقف و هبه نامه ها وجود داره. هبه در واقع بخشیدن چیزیه، حالا ملکی، پولی،
هر چیزی به درست. یک فرد یا حتی یک مؤسسه، ولی این زمانمنده. یعنی وقتی در فرض کنید که شما چیزی رو به من هبه میکنید، من اسوانی هم نگفتم من به شما هبه میکنم و شما چیزی رو به من هبه البته منم میکنید اسوانی زادم. دقیقاً. و من مالک اون چیز میشم، یعنی من میتونم اون چیز رو به ارث بذارم، میتونم بفروشم، میتونم خودم اون رو مجددا هبه بکنم، هر کاری حق دارم با اون انجام بدم. در واقع میشه ملک من و مایملک شخصی من، دیگه کسی بهش دسترسی نداره، هیچ نظامی نیست که بر اون رسیدگی بکنه و کسی بیاد از من بازخواست بکنه، بگه که خب اون مثلا زمینی که در شمال خانم سعیدی به تو هبه کردن چه شد، چه بلایی سرش آوردن. اینها نیست در وقف، در هبه. اما در وقف دقیقا همینطوره. یعنی وقف اولا که در مالکیت هیچ شخصی قرار نمیگیره، بلکه اون حالا زمین، ملک، چون اصولا پول رو هم میگن نمیشه وقف کرد، یعنی چیزهایی که دوام نداره رو نمیشه وقف کرد، ولی اون چیز اصلش باقی میمونه از نظر واقف تا ابد، یعنی هیچ وقت محدودش نمیکنه مگه اینکه حبس نامه باشه و حبس باشه، اون پایداره. و چیزی که اینجا هست منفعت اونه، یعنی منفعت اون رو کسادی رو که حالا یا مؤسساتی رو هرچی که اون واقف تعیین کرده از منفعت اون موقوفه استفاده میکنن. این تفاوت عمده‌ایه که با هبه داره. و بعد این مسئله وقف، وقف یک متولی داره، یک ناظر داره، همیشه به این رسیدگی میشه و حتی از گذشته ها یک سازمانی هم وجود داشت برای نظارت به وقوفات، یعنی از دوره عباسیان این سازمان وجود داشته، حالا با اسامی مختلف تا بعد که امروزه به سازمان حج و زیارت و اوقاف رسیده و اینها نظارت میکنن، کنترل میکنن آیا این موقوفه بنابر اونچه که واقف میخواسته خرج میشه یا خرج نمیشه. البته این رو هم در پرانتز بگم که اگرچه ما میگیم وقف ریشه در مثلا قرآن نگفته که بیاین وقف کنین، یا پیامبر به این صورت نگفتن، احکامی هم که برای وقف هست به مرور براش تعیین شده برای بهتر نگه داشتنش بر اساس احادیث و غیره. اما همین وقف رو، یعنی این کنترل رو که یعنی قوانینی که نوشته شده یک کنترلی داره، یک نظارتی داره بر وقف و اینکه این وقف نامه اهدافش انجام میشه. اما در عین حال چون میدونن که هر موقوفه یه زمانی داره، یه عمری داره، امکان داره که از بین بره، مثلا یک خونه رو یک کسی وقف کرده، بعد از یه مدتی این خونه امکان داره از بین بره، یا زمینی رو وقف کرده، این زمین اصلا امکان داره مثلا جاده از وسطش رد بشه و خیلی مسائل دیگه، این اجازه رو به اون حاکم شهر یا قانونگذار دادن که گاهی بتونه این رو تبدیل به احسن بکنه. البته در برخی از وقفنامه ها خودشون هم این رو تصریح کردن، اما در وقفنامه هایی هم که تصریح نشده باشه این حق برای چیز وجود داره، برای مثلا حاکم شهر. اما دیگه نمیدونم، حالا من این سوال رو شما پاسخ داده شد. بله، هبه نامه یعنی با این اوصاف در واقع اصل مال هست که در واقع بخشیده بله. میشه. در وقف نامه ها عواید یک ملک که به طور معمول ملک هستش بله. برای صرف اموری که حالا تعیین میشه و حالا در مورد امورش شما حتما صحبت میفهمید. بله، خواهش کنم. بله، دقیقا عوایدش هست و نخودش. البته پیشبینی های خیلی دقیقی هم شده برای که اصل اون از بین نره، اصولا وقتی که درآمدش به دست میاد تعیین میکنن که حتما مخارج لازمه برای تعمیرات بله در مرحله اول انجام بشه و مابقی بنابر اونچه که میگن خرج بشه، یا اینکه تبدیل به احسن بشه ظاهرا. بله، در شرایطی که مشکلی داره بله تبدیل. الان مثلا ما موقوفات زیاد داریم که فرض کنید در تهران
یک اتوبان بزرگ از وسط اینجا، دیگه اینجا نمیشه که وسط اتوبان کشاورزی کرد. خب حالا باید، ولی شهرداری اصولا وقتی که ملکی رو تصرف میکنه یه مابعضایی میده، اون مابعضا خب قابل قبول، احتمالا زمین های پهلوش هم میفروشن و بعد گاهی اصلا این زمین ها داخل مناطق شهری میفته، دیگه کشاورزی در اینجا اصلا امکان پذیر نیست، یا حتی برخی مشاغل، حالا باز توضیح میدم، این زمین ها رو میفروشن، حتی امکان داره زمین بزرگتری با متراژ بیشتری رو بخرن و برای همون کار وقف بکنن. یا مثلا فرض کنید که مثلا شخصی یک دباغخانه رو، اواید یک دباغخانه رو آمده و وقف کرده، خب یک زبانی اصولا دباغخانه ها رو در حاشیه شهرها درست میکنن به خاطر بوی بدش، و اگرچه گاهی در بازارهای شهر هم دیده میشه، ولی خب اصولا بیرون از شهر. فکر میکنین که الان وسط یه منطقه مسکونی یه دباغخانه باشه، خب مسلما مورد اعتراض قرار بگیره. اینه که جای این رو عوض کنه، یعنی یک چنین امکاناتی در وقف وجود داره و میشه. و اینکه من معتقدم کلمه توسعه رو انتخاب کردم، من معتقدم که وقف اگه هدایت بشه، با نیازهای روز هدایت بشه و سنجیده بشه، این نیازها میتونه بسیار مفید و کارآمد باشه، چون تأثیراتش دراز مدته. اما در این حال همون اندازه که میتونه مفید باشه میتونه هم مضر و آسیب زننده باشه، در صورتی که بنابر نیازهای جامعه نباشه و نتونه خودش رو نو بکنه، نتونه آپ تو دیت بکنه خودش رو. و خیلی وقتا ما متاسفانه در زمینه وقف این رو میبینیم، یعنی نوعی گاهی تعصبی وجود داره و فکر میکنن که چون پیشینیان مثلا برای فلان مورد وقف کردن، اگه برای چیز غیر از اون وقف بشه، اون وقت اون ثواب لازم رو نمیبرن. و خب این یک مسئله بسیار بسیار مهمه. در مورد این که شما پرسیدین که خب به چه دلیل وقف میکنن، خب این سوال خیلی سختیه. ما واقعا از نهاد آدمها خبر نداریم که به چه دلایلیه. در وقفنامه ها هم که فرمودید که به چه صورت نوشته میشه، که حال بعد توضیح میدم، این وقفنامه ها هم فقط می نویسن که برای کسب ثواب اخروی و کمک به مردم و از همین چیزها، ولی اون نیت اصلی رو نمیگن. من وقتی که برای کتاب وقف و گسترش امور درمانی کار میکردم و پرسشنامه بود، خب اینا خیلی از جاها بودن، یعنی حتی کسانی که وقف کرده بودن زنده بودن. من یادم نمیره که یکی از دانشجوهای من پرسشنامه رو برای یکی از مراکز بهداشتی در تهران برد و گفت و برگشت، بعد ناامید گفتش که این آقا با سر و کله بسته و باندپیچی شده بود، و چون یک بیمارستان یا یک درمانگاه، بیمارستان نبود، یک درمانگاه بود، درمانگاهی بود، و این آقا این درمانگاه رو وقف کرده بود و پسرهاش خلاصه خدمت پدر رسیده بودن و کتک مفصلی به پدر زده بودن که چرا این درمانگاه رو وقف کردی. چون که از قوانینی که برای وقف گذاشته شده اینه که وقتی کسی وقف میکنه دیگه نمیتونه پشیمون بشه و پس بگیره اون رو، یعنی مالیه که در راه خدا میده و بعد دیگه نمیتونه که اون رو پس بگیره، چون از ید خودش خارج شده. و خلاصه چنین چیزهایی رو میبینیم گاهی، یعنی و یا همون موقع من باز نامه هایی رو می دیدم که یک واقفی یک چیزی رو وقف کرده بود، البته منظورم چیز همش مربوط به امور درمانی چون من روی اونها تمرکز داشتم، وقف کرده بود، الان نمیخوام ادارو نمیخوام اسم بیارم، عمدن هیچ اسمی نمیارم، ولی بعد پشیمون شده بود و بعد نامه های مکرری بود که به علمای معروف، شخصیت های مختلف زده بود و پشیمونیش رو اعلام کرده بود و همه گفته بودن نه نمیشه و تو اینو وقف کردی دیگه در اختیار تو نیست. و چنین مشکلاتی هم وجود داره. یا مواردی داریم که در ارثیه بوده، دعوا بوده در ارث و یک نفر اون رو اصلا اینقدر خسته شده که مال خودش رو، سهم خودش رو بخشیده و وقف کرده، یه جوری خواسته حال بقیه رو هم
بگیره با نه این کارش و بکنه. یا اینکه شخصی بچه نداشته، فرزندی نداشته یا ورثه ای نداشته، خب بهتری راه این رو دیده که اموالش رو وقف کنه. برخی هم نه، واقعا اموال زیادی هم داشتن و از صمیم قلب این رو وقف کرده و حتی بعد میبینیم بچه هاشون هم به این وقف ادامه دادن. و بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یه هدف خاص و یه نیت خاص وجود داره که همه صرفا به خاطر این وقف کنم، بلکه بسیار بسیار متفاوته و ما میتونیم بگیم که با انگیزه های مختلفی و زنان هم همینطور. یعنی واقعا نمیتونیم بگیم که چرا زنان وقف میکنن. البته همیشه برای من حداقل در دوره های وقوفات مثلا قبل دوران پیشا مدرن این سوال مطرح بوده، زنان که خانه نشین ظاهرا بودن، چندان در اجتماع ظهور و بروزی نداشتند. در چنین شرایطی خب وقتی ما میبینیم زنها برای مواردی وقف میکنن که دست خودشون بهش نمیرسه، مثلا فرض کنیم که برای مدرسه وقف میکنن، خب هرگز اونا تصور این که بتونن برن توی مدرسه بشنن درس بخونن هم ندارن. البته همین الان هم تو مدارس که اونا وقت کردن ما رو راه نمیدن. ما گاهی با دانشجوها که میرفتی بهشون گفتم ببینید اجازه نمیدن ما بریم توی، البته یکی دو بار من با مجوز رفته بودم و برای عکاسی اینها، ولی در حالت عادی اجازه نمیدن که کسی وارد مدارس بشه، مدارس که فعال هستن. بهشون گفتم ولی حیفه، مثلا مدارس بازار اصفهان، گفتم حیفه نبینین، من سرمو زیر میندازم میرم تو به سرعت، شما هم سرتون رو زیر بندازین به سرعت بیاین تو، فقط نگاه. تو میگن که برگردید، شما هم فوری برگردید و دیگه دیدید، حداقل دیدید که یه دفعه از توی فضای بازار آدم وارد چه فضای قشنگ و دلنشینی میشه. خب برای من این سوال بود که زنها برای چی وقف کرده بودن وقتی نمیتونن ازش استفاده بکنن. این سوال همیشه دغدغه ذهنی من بود. بعد میرسیم به دوران مدرن و دورانی که به هر حال یه تغییراتی ایجاد شد، باز ببینیم زنان زیادی وقف کردن. اما دقیقاً این تغییر نیت وقف رو، یعنی و موارد وقف رو ما در این دوران پیشامدرن و دوران بعد میبینیم. مثلا دوره صفوی که تخصص ویژه منه و خیلی روش بیش از همه کار کردم، در دوران صفوی بیشتری موقوفات برای مدرسه است، برای و بعد اواخر دوره بیشتر میاد روی عتبات و زیارت و غیره و غیره. به نوعی این موقوفات همه در خدمت توسعه تشیع اصلاح اشعریه که خب صفوی ها آمدن و اون رو رسمیت بخشیدن. بنابراین دقیقا ما اینجا میتونیم ببینیم که برای توسعه یک ایدئولوژی، برای توسعه یک آیین، صفوی ها به چه صورت از وقف استفاده کردند. در اینجا زنها هم پا به پای مردان پیش رفتن و موقوفات زیادی داشتن. بعد وقتی جلوتر میایم به دوران قاجار میرسیم، مخصوص از مشروطه به بعد، ببینیم که خب با یه سری مفاهیم جدید و مؤسسات تمدنی جدید جامعه آشنا شده و برخی از گروه ها رفتن به این سمت و سو که خب ما در یک کشور فقیر هستیم، در یک کشوری هستیم که بیماری در همه جا هست و بیمارستان به حد کافی نداریم، درمانگاه نداریم و چیزهای از این دست. بعد میبینیم اینا میرن به سمت و سوی وقف بیمارستان، ساختن بیمارستان، مثلا مثل خانم نجم الدوله مادر مرحوم مصدق و موارد بسیار دیگر که ما میبینیم. حالا یا حتی بر یک بیمارستان مثلا بیمارستان فیروزآبادی یه تعداد زیادی خانم های مختلف هستن که هر کدوم توان خودشون بر این بیمارستان وقف کردن، یعنی بیمارستانی که حالا کس دیگه ای ساخته، کس دیگه ای وقفش کرده، ولی در حد توانشون بهش وقف کرده. و اینجا نشون میده که خیلی خوب اگه ما بیایم و روی جامعه کار بکنیم و نیازهای روز جامعه رو مشخص کنیم و آگاهی بدیم، تا اندازه زیادی امکان داره که بتونیم که جلب کنیم این موقوفات رو به طرف اون نیازهای جامعه و اون وقت واقعا در خدمت توسعه جامعه قرار میگیره. این یک نکته‌ایه که من واقعا بهش ایمان دارم. یعنی شما الان در واقع میفرمایید که
در اون زمان، حالا ما به الان کاری نداریم، به عنوان یک توصیه در اون زمان واقعا بر اساس نیازهایی که حس می کردند وقفنامه ها تنظیم می شد یا نه، یک مدلی داشتن مثل مثلا خیلی از وقفنامه ها که خود من یه بخشیش رو دیدم، مثلا صرف روزه خامس آل عبا، روزه خانی محرم، دهه اول، دهه دوم، سفر، یا مثلا مدارس، یا در راه ماندگان، یا طلبه های مثلا حالا یه مقداری مستمند، یه مدل در واقع یکسانی که تو خیلی از این وقفنامه ها تکرار شده. حالا با این اوصاف آیا تصور این هست که اگر یه تغییراتی هست مثلا تو حوزه بهداشت بر اساس شناخت از شرایط هست یا نه، بازم ادامه همون در واقع الگویی هستش که از پیش تعیین شده؟ خیلی سوال دقیق و مهمه، خیلی مهمه، اگرچه پاسخ دادن بهش آسون نیست. ده. ببینید، از اون اولی که وقف رو، حالا در ما دیگه در مورد جامعه اسلامی داریم صحبت میکنیم، از اون موقعی که در جامعه اسلامی وقف مطرح شد و ما ردش رو پیدا میکنیم، ببینید در کنار صدقه دادن وقف کردن هم مطرح میشه و به نوعی کار خیر کردنه و به نوعی جزو دیوار همون صدقات و بر رو اینها که به نوعی میخوان کار خوب انجام بدن. خب این کار خوب وقتی که آدمای کوچیک هستن، آدمایی که توان مالی کم دارن، در حد دیده که مثلا من و شما هم سعی میکنیم که به یک نفری بتونیم در زندگیمون کمک بکنیم. اما وقتی که رده ها میره بالا و اون زمانی هم که مخصوصا دولت ها، حکومت ها در مقابل مردم هیچ نوع تعهدی برای تأمین نیازهای ثانویه مردم نداشتن و یا رفاه اجتماعی نداشتن، حتی کاری که بخوان بکنن از طریق وقف انجام میدن. به این صورت اون همون کار انجام شده، هم نوعی کسب مشروعیت و مقبولیت برای واقف در جامعه زمان خودش. خب چه کارایی از همه بهتره، چه کارایی بیشتر از همه مشخصه؟ در همه جای دنیا مسئله دین مهمه، یعنی اولا که چه به صورت فردی، واقعا اونایی که اعتقاد داشتن و دارن وقتی که برای مسائل مذهبی وقف میکنن، حس میکنن که خیلی خب این رو علانه میدن، در واقع دونه یکی الان میکارن و ثمرش رو در آخرت و در دنیای دیگه برداشت میکنن. این برای همه هست. برای اونایی هم که میخوان خودشون رو حالا مشروعیت پیدا کنن یا مطرح بشن در جامعه، برای اونها هم ساختن یک مکان مذهبی مهم، خب اونم مشروعیت بیاره در بین مردم، براشون اعتبار میاره و اون فرد رو به عنوان یک فرد نیکوکار و خیر ازش یاد میکنن. پس اینها شروع میکنه به تداوم پیدا کرد و بیشتر میره توی جنبه های مذهبی. اما در تمام این مدت ما موارد زیادی رو میبینیم که صرفا جنبه مذهبی به این صورت نداره. مثلا فرض کنید توی کتاب جز وقفنامه های اصفهان هست و در کتاب چیز اوقاف اصفهان آیه سپندها هم آمده. فرض کنید در زمستان میگه برای سگهای شل غذا وقف کرده، یا برای پرندگان دونه بریزید. خب اینها هم کارهای، یا حتی شفاخانه ما داریم نمونه، یکی از معروفترین و مهمترینش تو دوره صفوی موقوفات بسیار زیاد میرزا فضل الله شهرستانی اصفهانیه که وزیر طهماسب به و خیلی موقوفات بسیار زیادی داره، اصلا برای 14 معصوم وقف میکنه و حتی بیشتر، حتی توی وقفنامش از طفلان مسلم هم یاد میکنه و بعد یک شفاخانه رو ظاهرا در کنار خانه خودش یا نزدیک به خانه خودش ساخته و برای اونجا وقف کرده. یا مثلا برای جزام خانه ها وقف بوده، برای دارالمجانین وقف بوده. پس اینها هم بوده، یعنی ناآشنا نبودن، یعنی دوران پیشا مدرن هم به چنین نیازهای مردم ناآشنا نبودن، آشنا بودن، ولی
مقدارش کمه و بعد در گذشته به نوعی شاید اطلاع رسانی کم بوده، بعد همه نگاه میکنن دقیقا وقفنامه ها مثل یک کلیشه میمونه، یک صورت خیلی مشخص و کلیشه ای داره، فقط اسم آدباس عوض میشه، موارد وقف عوض میشه، گاهی شروطه و اینهاست که تغییر میکنه و غالبا در همین قالب وقفشون رو میریختم، مگه اینکه باورهاشون تغییر بکنه. مثلا تو دوره قاجار که به لحاظ تعداد وقفنامه حتی بیشتر از دوره صفویه هم هست، به لحاظ تعداد، حالا شاید به لحاظ کیفیت کمتر باشه ولی به لحاظ کمیت بیشتره، وقف برای روزخانی خیلی خیلی بیشتر از در دوره صفوی است. در دوره صفوی بیشتر برای تبلیغ دینه، یعنی برای مدرسه سازی، تربیت طلاب، چرا؟ چون که اینها میتونن که تبلیغ بکنن و همینطور برای امامزاده ها و اینها که جنبه تبلیغی داره. درسته. حالا بریم سراغ وقتنامه هایی که در واقع دیگه مختص خانوم ها هست یه جورایی. ما از نظر حالا کلی میتونیم در واقع یه جورایی یه تفاوت هایی رو از نظر شکل ظاهری، تزیینات، حالا این شکلشه و در واقع محتوا بین وقتنامه هایی که مختص خانوم ها هست با وقتنامه‌های دیگران آقایون حالا قائل بشین. ببینید وقتنامه‌های دوره صفوی که از نظر ظاهر فرق چندانی با هم ندارن، ما وقتنامه‌هایی که از دوره اصلش از دوره صفوی باقی مانده اصولا وقتنامه‌های خاندان سلطنتی و شخصیت‌های خیلی برجسته است که غالبا اصلش باقی مونده، بقیه وقتنامه‌ها بیشتر سواده، سواد وقفنامه هاست، چون حالا اصلش حالا به هر دلیلی مفقود شده و تفاوتی از لحاظ ظاهر همون هم نداشتن، یعنی اینکه من بگم مثلا تزیینات وقفنامه های زنان بیشتر بوده یا این، نه چنین تفاوتی رو من حس نکردم. به لحاظ اون نوشتن فقط القاب که حالا اون القابی که برای زنها به کار می بردن متفاوت با القابی که برای مردها به کار می برن، یعنی در اون بخش اولش که بخوان واقف رو معرفی کنن خب طبیعتا اینها با همدیگه یک تفاوت اساسی داره، اما سبک و سیاق نوشتنش عیناً مثل همه، تفاوت زیادی در اینها نداریم، ولی در زنها وقتنامه‌های زنها در صفوی هم در دوره صفوی هم من چندین مورد وقتنامه رو پیدا کردم که برای دخترانشون وقف کرده بودن و خب این رو ما نداشتیم که آقای، یا من موردی پیدا نکردم که آقای برای دخترش وقف کرده باشه ولی خانم‌ها برای دخترانشون وقف کردن و این جالب توجهه که حالا چرا. ببینید اینا میتونه برای ما سوالاتی باشه، آیا این دختر مثلا فرض کنی همسری داره که توان مالی خوبی نداره، یا آیا این دختر مجرده یعنی ازدواج نکرده، یا مثلا بیوه هست، یا چه دلیلی داره. متاسفانه هیچ کدوم این دلایل گفته نشده ولی وقفش جالب توجهی که اینها برای دخترانشون وقف کرده. بعد متولی اون وقفم و خودش خود بله همون. بله 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 جالبه. یعنی اختیارش در اینه، یعنی نظارتش هم بر خودشونه و جالبه و البته گاهی هم داریم وقفنامه هایی که و باز مثلا زنان تولیت وقفشون رو راحت تر به دخترانشون دادن ولی بازم قطعیت نداره، مثلا نه مثلا همسر حکیم الملک اردستانی که مدرسه نیماورد رو در اصفهان ساخته، برسه خیلی زیبایی هم هست، در واقع به دامادش میده، به خانواده مثلا به پسرهای دخترش میده اما به خود دختر نه، داده نشده، ولی مثلا در وقفنامه خانم نجم السلطنه چرا؟ یعنی چنین چیزی دیده نمیشه، یعنی تفاوت جنسیتی در وقفنامه دیده نمیشه، یعنی در دوره‌های بعد این تفاوت برداشته میشه. خانم دکتر یه سری از وقفنامه هم هست که حالا من یکی چند موردش رو خب توی سازمان
خودم دیدم و باهاش برخورد کردم. شکل تومار خیلی مفصلیه، یعنی یه وقتنامه رو که من داشتم روش کار میکردم، بالاخره باید اندازه سند رو ما قید میکردیم برای شناساییش، حدود 4 متر و خورده ای، در واقع 4 متر و نیم حدودا در واقع وقتنامه بود که ظاهرا موارد اون موقوف اون وقتنامه اونقدر بودش که بالاخره باید تا اون حد ادامه داشته باشه. منتها جای مهر کنده شده بود، یعنی دقیقا اون مهر رو برداشته بودن و هیچ معلوم نبود که این رو کی وقف کرده، یا البته موضوعش مشخص بود برای هم مواردی که عرض کردم، الگوی مشخص روزخانی خامس عالی ابواب و ساختن مدرسه برای طلاب و در راه ماندگان و اون یه بخشایی رو مثلا فلان دکان یا فلان قسمت رو برای اون اختصاص بدید، این تقسیم بندی توش بود، ولی جای مهر کنده شده بود. این رو به نظر شما متولیان این کارو کردن، بعدها این کارو شد، یا برای اینکه خلاصه اون موارد موقوف مخدوش بشه اون اتفاق افتاد؟ بله، این خیلی زیاده. ببینید، حتی مثلا بسیاری از این کتاب هایی که شما تو کتابخانه دارید که اول و آخر نداره و نمیدونین کتاب چیه، واقعا اینا وقفی بوده، و بعد اون قسمت هایی که مثلا وقفنامه این کتاب روش نوشته شده بوده، مهر وقف زده بودن و مشخص بود، اینو پاره کردن و این کتاب رو فروختن، خریدن و هر کاری دلشون میخواسته انجام دادن. این خیلی زیاده، یعنی ببینید امکان داره ورثه حتی مخالف باشه، یعنی سندی تنظیم شده باشه در زمان حیات شخص برای اینکه اموالش رو وقف کرده، و بعد ورثه معترض باشه که خب چرا وقف کردید، من نمیخوام، یعنی سهم منه، و خلاصه معترض باشه، امکان داره این رو از بین ببره، امکان داره در طی ایام از بین بره. من علی قول مرحوم استاد جمشید مظاهری میگم که سالها پیش میگفتن که وقفنامه‌ای رو یه عده‌ای تقریبا از میدان انقلاب اصفهان، تقریبا از این قسمت میگفتن تا پل شهرستان، همه اینا وقف بوده و اهل محل و کسبه و غیره این وقفنامه ها و هر چی سند مربوط به اون بوده رو خریدن، یعنی پول دادن به دستش بردن و بعدم از بینش بردن. یعنی این موقوفات مخدوش شد، کل موقوفات مخدوش. یا اینکه گاهی ببینید مثلا توی همون تاریخ صفوی میبینید میرزا سلمان رو وقتی میخوان بکشن، اونایی که میریزن بکشن میرزا سلمان وزیر محمد خدابنده رو، وقفنامه‌ش رو میگن میارن همونجا در جلوش توی تشت آب میشورن که این پاک بشه، یعنی اینکه چی بخوان بهش بگن، میخوان بگن که تو حتی باله که این هم نبودی، حتی ما این رو هم ازت گرفتیم و اجازه نمیدیم که اسمت بمونه، یعنی در واقع میخوان این طور تخریبش کنن و از بیدش ببرن. برای من این خیلی عادی بوده، خیلی جا هست، خیلی جا محل الان منازعه است که بالاخره اینجا وقف هست یا نیست، شک هست، برخی ها میگن خب اینها الان خونه های مردم، اینا خریدن چندین نسل دست به دست شده، حالا یکی یه سند در میاره میگه این اصلا وقفه، بعد اصلا این آیا این سند درسته درست نیست، سند جعلیه، چون ساختن سند جعلی هم که خب خیلی کار سختی نیست و خیلی وقتا میتونن روی همون کاغذهای قدیمی با همون مرکب قدیمی و با تقلید از مهرهای قدیمی سندهای جعلی درست بکنن، که اون وقت کار متخصصین فنن برای شناختن اینکه آیا این واقعا قدیمیه یا جدید، فکر میکنم که خیلی دشوار میشه، خیلی دشوار میشه، ولی این هم خیلی عادیه. بله، این که فرمودید هست. خب دوستان اگر سوالی مطلبی دارند همینجا، چون من کامنت ها رو کلا باز گذاشتم برای اینکه اگر احتمالا سوالی یا مطلبی هست ببینم، و در حین صحبت خانم دکتر ازشون بپرسم. اگر مطلبی هست به عنوان سوال، چون خود موضوع وقت بسیار موضوع پیچیده‌ایه، خیلی نمیشه وارد شد واقعیتش، برای اینکه خود اون پیچیدگی به علامت سوال های ما در واقع اضافه میکنه و شاید
به هر حال بعضی از موارد رو پیش بکشه که خب صلاح نیستش خیلی واردش بشیم ما به هر دلیلی. برای همین خود موضوع وقت بحث بسیار فنی هستش، ولی فواید وقت به عنوان یک امر توسعه در اجتماع که میتونه جاری باشه، یعنی فقط مربوط به یک دوره خاص نیست. خانم محتشمی پور عزیز سلام، پرسیدن چه دوره تاریخی زنان واقف بیشتری بودند و چرا. خب این هم یک سواله که چرا واقعا در یک دوره خاصی ممکنه بیشتر باشن. منم سلام میکنم به دوست عزیزمون خانم محتشم پور که مدت های طولانی ایشون رو ندیدیم. ببینید، هیچ کسی واقعا نیومده الان یک آمار دقیق بگیره. البته ما این رو میدونیم که هرچی جامعه به جلو اومده و زنان قدرت بیشتری پیدا کردن، دارایی بیشتری پیدا کردن، یعنی وقتی زن کار میکنه درآمد داره، خب میتونه وقتش هم بکنه. مثلا بیشترین رو من فکر میکنم بر اساس اونچه که تا حالا دیدم، در دوره مشروطه به بعد تعداد زنان واقف بیشتر هستش، خیلی بیشتر از دورهای قبل. البته این رو میتونیم پای اینم بذاریم که ما وقفنامه های زیادی از این دوره مونده برامون. دوره های قبل خیلی وقتنامه ما نداریم، ما فقط وقتنامه های بزرگان و اشراف و اینها رو داریم، وقتنامه های کوچیک از بین رفته. یا مثلا حتی در اون کتاب که جمعیت هلال احمر در آورد، الان هم اسم رنج نه حالا در مورد اسناد موقوفاتی که برای شیر و خورشید شده بود در دوره پهلوی، خب تعداد زیادی از خانم‌ها در اونجا وقف کرده بودند. بنابراین این بستگی مستقیم داره به اینکه درآمدشون و میزان داراییشون چقدر بوده، و یک مسئله دیگه که چقدر حق داشتن که این دارایی رو اونجور که میخوان خرجش بکنن. این هم یک مسئله است که یعنی حق داشته باشن که خرج بکنن. اینکه ما حتی میبینیم که زنان برجسته، زنان اشراف، زنان طبقات بالا وقف میکنن، حالا غیر از مسئله مالی، مسئله اینه که اینها بیشتر تسلط بر اموال خودشون داشتن تا زنان طبقه متوسط که حتی گاهی وقتها وقتی مالی رو هم داشتن، همسرانشون کنترل اون مال رو به دست میگرفتن. درست. سوالاتی کردند، یکی از سوالات که خیلی هم جالبه، آیا وقفنامه های عجیب وجود داشته؟ یعنی احتمالا موضوع وقفنامه عجیب باشه؟ بله. ببینید، مثلا من همون مسئله سگ ها رو گفتم، حالا برای سگ های شلو، نمیدونم روباه ها شلو، این حیوانات غذا بدید، یا برای پرندگان. باز مثلا فرض کنید یه وقفنامه داریم، مشهد مال کوک کردن ساعت حرمه، که ساعت حرم رو کوک بکنن. بله، یعنی کسی که اون ساعت رو کوک میکنه هزینه یا پولش رو یا درآمدش رو از راه اون. ببینید، اصلا ساعت در گذشته خیلی مهم بوده، چون ما صنعت ساعت سازی هم نداشتیم، این ساعت ها وارداتی بود. بعد هزینه باید میدادن که این ساعت مرتب باید کوک میشده، چون ساعت های بزرگ بود. بله، و این نه فقط تعمیرش، برای اینکه این ساعت 24 ساعت کار بکنه، نمیدونم روز یک بار یا روز دو بار باید میرفتن و این چرخنده های این رو به حرکت در میوردن تا این بتونه که ساعت رو نشون بده. و یک وقفنامه هست برای باز مثلا وقفنامه ای که یکم میشد غیر عادیه، یه وقفنامه مال آستان قدس که وقف کرده در سال یک مرتبه اعیان و اشراف رو و اونایی که خلاصه وضع مالیشون خوبه، یه مهمونی مفصل بهشون بدن، یه غذای مفصل بهشون بدن، مهمونیشون بکنن، بعد بهشون میگن ببینین چقدر خوبه اینا، همه رو حالا یکم پول بدید. یعنی اینم یه نوع راهی برای این بوده. ولی بله، یک یعنی به جایی که برای نیازمندان وقف بکنه، برای به اصطلاح بی نیازان وقف کرده، اما برای اینکه بتونه اونا رو جذب کنه. بله. یه سوالی کردن که اولین وقفنامه زن، ما میتونیم مثلا بگیم که اولین وقفنامه که یک زن، اصلا نمیدونیم اولین وقفنامه مردان هم نمیدونیم که یه. بله. یعنی هیچ اطلاعی نداریم. نه، نمیشه در واقع به ضرس قاطع گفت به چه در بجرد، اینکه اسناد از یک دوره
به بعد هستش که ما به دستمون رسیده و از بله قبل از اون شاید توی بعضی از نسخ خطی بشه رد پایی از سندها یا اون وقتنامه رو پیدا کرد دقیقا خود ما دقیقا. یا از بین رفتن یا نه ممکنه به صورت یک کتیبه در جایی مثلا نقل شده باشن ولی واقعیتش اینه که دقیقا هم که میفرمایید نمیشه اولیش رو پیدا کرد. مهمترین فایده وقف در اسلام رو ذکر کردن که فکر میکنم لابلای صحبتتون بحث توسعه رو مطرح کردید، حالا اگر میخواید حالا نه فکر میکنم که همون توسعه از همه مهمتر باشه. یه سوال دیگه کردن که آیا زنان به اهمیت وقف در امر توسعه واقف بودن یا زنان واقف منظوره؟ خب به طور طبیعی اگه فکر میکنم اگه خانمی وقف میکنه حتما میدونه که داره چه میکنه، یعنی از روی دقیقا شعور در واقع داره یه کاری رو انجام میده و طبعا دقیقا. میدونه ببینید اصلا کسی که بخواد وقف بکنه این مسئله شعور و عقل براش مهمه، یعنی اولا که باید سنش، مثلا بچه نمیتونه وقف بکنه، درست. کسی که حافظش رو از دست داده نمیتونه وقف بکنه، کسی که بیماری روانی داره و ادنیس نمیتونه وقف بکنه. پس صحت عقل و سلامت جسم و روح و روان همه از شرایط وقفه. میدونن، اما ببینید اینکه آیا میدونه که چه تأثیری در جامعه میگذاره، شاید اون رو به طور کلی و دقیق کسی ندونه، چون اون یک مورد رو داره وقف میکنه و بعضی از وقوفات اصلا از بین میره. مثلا من الان اسم مدرسه نیماورد رو آوردم، هنوز مدرسه هست، اما یا مثلا مدرسه، حالا البته توی مدرسه، یا مثلا مدرسه جده کوچک و جده بزرگ که فعاله و طلبه ها دارن توش درس میکنن، اما مثلا مدرسه مریم بیگم از بین رفته. خب بنابراین نمیدونه که چه تأثیری میتونه داشته باشه در آینده دراز. یه سوالی هم کردن که آیا بوده که خانم یا در واقع زن واقفی باشه و موردی رو وقف بکنه و مردان از اون سرباز بزنن؟ بازم فکر میکنم نشه خیلی رد پای این رو پیدا کرده در مورد اینکه حالا اصلا انجام ببینید نکته خیلی جالبی که برای من توی این وقفنامه ها بوده، هیچ جا خانم ها قید نکردن برای اینکه بخوان وقف بکنن، از مردها اجازه گرفتن، مثلا از شوهرشون، از پدرشون، از اصلا چنین چیزی نیست. یعنی این نشون میده که استقلال مالی دارن. مالی اصلا تا این استقلال مالی رو نداشته باشن طبیعتا نمیتونن وقف کنن. استقلال مالی رو داشتن و بدون اینکه از کسی نیاز باشه بگه. ولی البته ببینید ما موقوفاتی داریم، مثلا فکر میکنم موقوفات باتبانگولیچ مال دوره های جدید از همین دوره، یا خیلی از یا مثلا ربع رشیدی به عنوان مثال از قدیم، خیلی مواردش واقعا انجام نشد، یعنی روی کاغذ اومد ولی انجام نشد برای اینکه زمان دگرگون شد و اصلا اوضاع به هم ریخت و اینها. امکان داره که برخی از موقوفات هرگز عملی نشده باشه، ما نمیدونیم تا چه درصدیش واقعا عملی شده، ولی این نبوده که مردان مثلا مانعش بشن، درسته. عوامل دیگه بوده، یعنی رو جنسیت تأثیری جنس نداشته. و دقیقا همین جنسیت، چون در واقع اینجا مثل در میشه گفتش که یه جورایی مثل مبایع نامه هست که زنان استقلال مالی دارن، میتونن خرید و فروش بکنن و دقیقا. از این جهت برده نیازی به در واقع مجوز نداشتن. یه سوالی کردن که من خیلی متوجه منظورشون نشدم ولی شاید حالا شما جوابی داشته باشید، آیا وقف موجب تطهیر میشود؟ نمیدونم منظورشون این هستش که مثلا فهمیدم منظورش چیه. بله ببینید بعضی وقتا مثلا اموالی رو مصادره میکرد، مثلا پادشاه اموال زیادی رو مصادره کرده، یه بخشیش رو وقف میده، آیا این وقف منظورشون مطمئنا این بوده که آیا این وقف باعث میشه که بقیه اموالش تطهیر بشه، یا اینکه اصلا مال مصادره شده رو میشه وقف کرد؟ ببینید برخی ها میگن بله، حتی مال مصادره شده رو هم میشه ببینید، حالا اون اموال دیگه نه تطهیر نمیشه اعتبار پیدا کرد، ولی بعضی وقتا میگن که چون این مال مثلا از یکی گرفته ولی میده، چون مال مال خداست برمیگرده به خدا، بنابراین اشکال نداره. این مال اگه مال خودش هم نبوده، مثلا غصب کرده زمینی رو و بعد این زمین غصبی رو وقف کرده، بازم اشکالی نداره. گفتم که بنابر زمانه برای اینا خیلی احکام ساختن، یعنی احکام درست کردن، اینا چیزایی نیست که بگیم از روز اول در اسلام بوده. اه
صدای شما قطعه، من نمیدونم صدای منو دارید یا نه. صدای شما قطعه. من ولی با صدای شما رو نداری، نمیدونم بقیه دوستانم صدای شما رو دارن یا نه. شما دستتون روی میکروفونتون نخورده؟ بقیه می نویسن صدای شما قطع. فکر میکنم برم سعیدی بله گاهی لحظاتی میاد و بعد بقیه حالا اگه سوالی آها مثلا کاری که رابین هود کرده. نه صدای شما به خوبی میاد، من صدای شما رو کاملا دارم. الان اومد خانم سعیدی. اصلا صدای من نمیاد. نه الان میاد، الان صداتون میاد. صدا دار اینترنت من یه چند روزی هستش که علاوه بر مشکلات دیگه یه چند تا مشکل دیگه هم بهش اضافه شده، گاهی برای خودش میره. خواستم عرض بکنم که ظاهرا با این تفاصیل میشه گفتش که وقت کارهایی که در واقع شبیه کارهای رابین هود هست اینجا توجیه پیدا میکنه، از دیگران بدوست تا دیگران ببخشی، حالا موجب در واقع البته نه این نه به این صورت ببینید نه مثل رابین هود، بلکه برای پادشاهان و برای کسانی که، البته یه نکته جالب رو بهتون بگم، به خاطر همین سوء تعبیرها و احتمالات در بسیاری از وقفنامه ها دقیقا تاکید میشه که از مال حلالم، مال حلال بله. یعنی ببینید این نشون میده که یعنی یه مال غیر حلالم وجود داره، میتونه واردش بشه. بله حتی و جالب اینه که خانم ها خیلی وقتا میگن که جواهرات رو فروختی، یعنی مالشون که خیلی حلال بوده، مال خودشون بوده دیگه، مال خودشون بوده. بله این رو تاکید میشه، بنابراین یه مال حلال و یه مال حرامی بوده و خلاصه باش زندگی میکرده دیگه، ظاهرا همیشه همینجور بوده. دوستان اگر در واقع سوالی یا صحبتی ندارن، به جهت اینکه ما میخوایم به معمولا تایمی که برای جلسات هست یک ساعت بیشتر نیست که هم حوصله در واقع مخاطبان و سخنرانان رو در نظر گرفتن، به همین که خب امکانات اینستاگرامی اجازه میده برای ضبط برنامه. اگر دوستان سوال دیگه ای ندارن ما مجموعاً در واقع بحثی رو که اینجا مطرح کردیم در مورد حضور زنان در مقوله بسیار مهم اجتماعی تحت عنوان وقف هست و یکی از در واقع میشه گفتش که محورهای حضور اجتماعی زنان در قدیم که شاید خیلی روش مثلا حالا مانور هم داده نشده، بحث وقف هست که واردش میشن، وارد بحث‌های اجتماعی و حمایت‌های در واقع اجتماعی میشن و تو این زمینه هم فعال بودند با سبک و سیاق زندگی خودشون و با سبک و سیاقی که به هر حال اون زمان اقتضا میکرده. خانم دکتر اگه چیزی به عنوان صحبت پایانی یا جنبندی مطرح بفرمایید تشکر میکنم و اگر حالا سوالات دوستان هست که ادامه پیدا میکنه میتونن کامنت بگذارن که ما بعدا میدیم خود خانم دکتر جواب بدن. آها بسیار خوب. واقعا چون فرصت نیست، من فقط یک سوال رو دیدم اون موقع همون اوایل پرسته بودن که آیا فرار از مالیات نیست وقت؟ نه فرار از مالیات نیست، این یک سوء
برداشت بوده، چون خیلی ها اینو می نویسد می گن که وقف می کردن که مالیات ندار، اصلا اینطور نبوده و دقیقا در وقفنامه ها ذکر میشه که بعد از مخارج تعمیر اون بنا یا موقوفه و بعد از پرداخت مخارج دیوانی. مخارج دیوانی چیه؟ یعنی همون مالیات، یعنی مالیات ها رو باید میدادن. تنها کسی که میتونسته بگه مالیات نگیرید خود شاه برای موقوفات خودش، حتی وزیر هم نمیتونه چنین چیزی بگه. بنابراین چنین چیزی وجود نداره و این یک اشتباهه. به هر حال من فقط تشکر میکنم از شما، از انجمن زنان، از دوستان عزیز، همه حضاری که تشریف داشتن و من فکر میکردم که تا این موقع این همه بمونن و باشن. میگفتم و موضوع وقت دیگه تکراریه، بس دیگه صحبت نکنیم، ولی صحبت شما که تکراری نمیشه، استفاده میکنیم. بالاخره حتی اگرم بحثایی باشه که موضوعش، عنوانش در واقع یه جورایی به قول خود شما تکرار باشه، ولی اصلا میشه از دیدگاه های متفاوتی دید. یعنی خود همین بحث وقت به نظر من نیاز داره به اینکه باز هم روش کار بشه. به جهت این چی؟ به جهت اینکه خود وقت نامه ها ساختارهای متفاوت و در واقع موضوعات متفاوتی دارن که تو زمین های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، همه اینها میشه ازش بهره برداری کرد و یه بحث کامل در واقع میشه گفتش که جامعه شناسی هست، یه جورایی علوم اجتماعی ما ازش میتونیم در واقع استفاده بکنیم. بازم تشکر میکنم و خوشحال شدم بالاخره حضوری بعد از مدت ها همدیگر رو ملاقات کردیم. امیدواریم که جلسه بعدی هم تو که عرض کرده بودم در کنار شما، در کنار دوستانی باشه که به قول شما تا این زمان حوصله کردند و البته شما رو که پذیرفتند و ما رو تحمل کردند و خب خوشحالیم که این همراهی ادامه پیدا بکنه. ما ماهای آینده هم جلساتی رو خواهیم داشت به همین جذابیتی که برنامه خانم دکتر احمدی هست. امیدوارم که بازم همدیگر رو ببینیم اونجا. خیلی متشکرم، سلام به همگی. ممنون از شما، خیلی ممنون، متشکر و خدمت همه. تشکرم رو اعلام میکنم و خدا نگهدار همه. قربان شما. متشکرم از همگی دوستان، تشکر میکنم و سپاسگزارم. خدا نگهدار. خداحافظتون.